معامله مهمتر از برجام در حاشیه مذاکرات وین. حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا. تصمیمی که حالا دیگر در واشنگتن هم کسی تکذیبش نمی‌کند. حتی کاخ سفید. مذاکراتی درباره اون در جریانه، اما من وارد جزئیاتش نمیشم. یادآوری میکنم که وضعیتی که الان توش هستیم امنیت ما رو بیشتر نکرده و سپاه رو هم در این حال کنترل نکرده. خبری که حدود یک ماه پیش از این هتل به رسانه ها رسید، وقتی رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا در پاسخ به تهران گفته بود واشنگتن حاضر است سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند، با این شرط که ایران بپذیرد درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه به طور مستقیم با آمریکا مذاکره کند. خبری که نه در تهران و نه در واشنگتن کسی تکذیبش نکرد، اگرچه برخی تحلیلگران توافق بر سر این موضوع را باجدهی تازه دولت بایدن به جمهوری اسلامی ارزیابی کردند، اما از زاویه دیگر پذیرش این شرط عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از یکی از مسائلی است که آن را غیر قابل مذاکره می‌دانست. اندکی بعد از آغاز اجرای برجام، حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران از برجام‌های بعدی سخن گفت در زمستان سال 94. الان زمانی است که باید برجام دو شروع بشه. او کمتر از دو ماه بعد در سخنرانی نوروزی باز هم تکرارش کرد. برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است. همون وقت اما رهبر جمهوری اسلامی مخالفتش را صریحا اعلام کرد. حرفشون اینه. برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک، جمهوری اسلامی از حمایت از مقاومت در منطقه صرف نظر کند. سربازان او در نماز جمعه هم بلافاصله روحانی را هدف گرفتند. چون خیلی این آب نبات مزه کرده، برجام دو، برجام سه، برجام چهار، چه خبر آجو؟ فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه پس از توافق برجام شدت پیدا کرد. جدای از آن، تهران توسعه برنامه موشکیش را هم پی گرفت با تهدید مستقیم اسرائیل به نابودی. بعد از خروج آمریکا از برجام با دستور ترامپ، اقتصاد ایران تحت چنان فشاری قرار گرفت که دست کم جناحی در دولت روحانی خواهان مذاکره با ترامپ شد. در روزهایی که آمریکا برای توافقی جدید اعلام آمادگی می‌کرد، توافقی که در آن دغدغه‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ایش درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه و برنامه موشکی تهران برطرف شود بعد از مذاکره. خامنه‌ای اما با مذاکره مخالفت کرد. جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. وقتی بایدن سر کار آمد، جمهوری اسلامی اعلام کرد فقط و فقط در چارچوب برجام مذاکره خواهد کرد. بعد از کشوقوس‌های فراوان و پس از یک سال مذاکره، در روزهایی که دیگر خبری از حسن روحانی نیست و کلید پاستور تحویل رئیس جمهور مورد تایید خامنه‌ای شده، آخرین مراحل مذاکره در حال انجام است. به نظر می‌رسد تهران پذیرفته با آمریکا درباره فعالیت‌هایش در منطقه مذاکره کند و تعهد بدهد. هرچند در اسرائیل و آمریکا این اقدام مخالفان سرسختی دارد. نفتالی بنت و یائیر لاپید، نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه مشترک از دولت بایدن خواستند در ازای وعده‌های پوچ سپاه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج نکنند. با این حال بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، حاضر نشده نامش در این بیانیه بیاید. جمهوری خواهان و بخشی از دموکرات‌ها در کنگره به بایدن درباره مماشات با سپاه پاسداران هشدار دادند. نهادی نظامی که به گفته آنها بارها منافع آمریکا را هدف قرار داده و در تازه ترین مورد حمله موشکی به اربیل که سپاه مدعی است مقر موساد هدفش بوده. عرض اندامی برای یادآوری دشواری هایی که سپاه پاسداران می تواند در منطقه ایجاد کند، اگرچه جمهوری اسلامی تاکید کرده هدف از این حمله نه عراق بوده نه آمریکا. محرومی از زدایی ها. اما اگر با تصمیم کاخ سفید سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج شود، به معنای این است که جمهوری اسلامی پذیرفته به برجام دو تم بدهد و از یکی از اصولش دست بردارد،
اصولی که 5 سال پیش خامنه‌ای گفته بود از آن عقب نشینی نمی کنن. این تغییر سیرت جمهوری اسلامی است. ممکنه صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند اما از محتوای خود به کلی تهی بشود. ظاهراً اگر تحریم بیت خامنه‌ای برداشته و نام سپاه از لیست سیاه خارج شود اما توان سرکوب داخلی همچنان برای نظام باقی بماند، خامنه‌ای فکری برای سیرت و صورت جمهوری اسلامی خواهد کرد با کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه و کهنه‌ای مثل نرمش یا چرخش قهرمانانه. مشتبه پور محسن، لندن.